درود میفرستم خدمتتون، حضورتون عرض ادب میکنم، هموطنان عزیز و ارجمند و آگاهم. وقتی که به اوضاع و احوال جهان نگاه میکنید، نه فقط در رابطه با کشورمان، با همه کشورهایی که در هر حال این روزها خبرساز هستند و از جمله خود آمریکا که به اصطلاح رهبری جهان آزاد را به عهده دارد و ظاهراً اولین قدرت روی کره زمین است، میمانید معطل، گیج میشوید، مبهوت میشوید، انگشت حیرت به دندان میگزید که به واقع آنچه را که ما روی خروجی خبرگزاری های جهان میبینیم، میخوانیم، میشنویم واقعی است، حقیقت دارد. اوضاع و احوال و روندی که انجام میگیرد به واقع همان است که ما میبینیم، میخوانیم و میشنویم، و یا آنچه را که ما میبینیم تخیلات است، مثل آدمی که روزی روزها به یک فکری مشغول است و بعد شب خواب آنچه را که افکارش در روز به آن مشغول بوده است میبیند. من دچار چنین حیرتی هستم این روزها وقتی که میشنوم آقای اوباما، رهبر کشورهای جهان آزاد، پیشنهاد گفتگوی رو در رو با گروه تروریست طالبان را میدهد. گویا بعد از کشته شدن بن لادن خیالشان از القاعده راحت شده است و اینک میخواهند این آتشی را که خود برافروخته اند و اینک شعله های این آتش از کنترلشان خارج شده است و خودشان را تهدید میکند، به نحوی از آنها خاموش سازند. آیا این طالبانی نبود که همین آمریکا به افغانستان حمله کرد و آنها را از میان برداشت؟ و آیا با از میان رفتن طالبان مردم افغانستان نفسی به راحتی نکشیدند؟ طالبان کار خودش را دقیقا همان گونه آغاز کرد که همسایه شیعهش آغاز کرد. در ایران ما تمام فشارشان را گذاشتند روی بخش بزرگی از هموطنان ما، یعنی بهایی ها. بهایی ها چه کردند؟ چه گناهی دارند؟ بخش بزرگی از فشارشان را گذاشتن روی بلوچستان ما، روی بخش سنی نشین مملکت ما. آنها چه گناهی دارند؟ حکومت اسلامی کارش را با کشتار همه کسانی که در رژیم گذشته فقط مهره‌ای بودند آغاز کرد. کاری هم به این مسائل نداشت که آیا این مرتکب خطایی شده است و یا نه. از دم همه را تیرباران کرد. این همین عملیات را طالبان در افغانستان انجام داد. رئیس جمهور پیشین را و همه مردان او را کشت. رفت به شیعه کشی مشغول شد. هزار هزار بخشی از مردم افغانستان را که مذهبشان شیعه بود از بیان برد. رفتند آن دو مجسمه بزرگ بودا را که در واقع یک میراث جهانی بود، نه افغانی، با توپ از میان برداشتن که سرصدایش در جهان بلند شد که اینها چه وحشیانی هستند که به مجسمه هم رحم نمی کنند. اینک آقای اوباما میخواهد با چنین گروهی، گروهی که خود آمریکا از میان برداشت، پشت یک میز بنشیند و مذاکره کند، چرا که آقای اوباما در آغازی که رئیس جمهور شد هنوز گامی بر نداشته جایزه صلح نوبل به او دادن، به گونه ای که جهانیان حیرت زده ماندن که این جایزه را برای چی به آقای اوباما دادند؟ در چه زمینه آقای اوباما فعالیت کرده است که هنوز پایش به کاخ سفید نرسیده با او جایزه صلح نوبل میدهند؟ آیا در جایی صلح برقرار کرده؟ آیا اقدامی برای صلح و صفای جهانیان انجام داده؟ اینها را گفتم
تا توجه شما را جلب کنم با آنچه که در سوریه می‌گذرد. در سوریه این سنی ها هستند که به جان علوی ها افتادند که بخشی از شیعه است. در عراق این باقی مانده سنی های وفادار به صدام حسین هستند که افتادند به جان شیعیان عراقی و روزی نیست که اونجا کشته کشتار نشود. فراموش نکنید که عراق نیز یک مملکت امن و امان بود و با حمله آمریکا به چنین روزی گرفتار شد. آیا تازه فهمیدن که آمریکا اشتباه کرده، آقای بوش اشتباه کرده و یک حکومت وحشی مثل حکومت اسلامی را که خود برکشیدند و بزرگ کردند از آستین استعمار انگلستان با کمک آمریکا به در آمد و مردم ایران را به چنین روزی نشاند؟ اینک به صورت یک خطر جدی در آمده است که باید دوباره با سنی ها محاصره شود. دوباره طالبان را بفرستن افغانستان که اگر حکومت اسلامی خواست گامی خلاف میل استعمار یا خلاف میل دیگران بردارد سنی ها را بیاندازن به جان مردم ایران. مردم ایران از دست این حکومت جانشان به لب رسیده است، دیگر نیازمند یک دشمن خارجی نیستند. و یا نه، هیچ کدام اینها که ما تصور میکنیم نیست، نقشه بزرگتری هست، به قول آمریکایی ها یک پلن وسیعتری هست و آن هم این است که در این بخش از جهان که ثروت های جهان در آن نهفته است، در عربستان، در ایران، در قطر، کاری را انجام دهند که شیعه و سنی سرشان با یک دیگر گرم باشد، همدیگر را بکوبند، شهرهای همدیگر را نابود کنند و کار را ببرند تا جایی که سرصدای جهانیان برخیزد و آن وقت وارد شوند و اینها را جدا کنند و شرکت‌های چند ملیتی، کارتل‌ها بیایند برای بازسازی این شهرهایی که به دست مردم خودشان نابود شده است. کمان که همکنون میبینیم که آمریکا گفته است که وقتی صلح و صفا برقرار شد در سوریه، شرکت‌های آمریکایی میتوانند بروند و ویرانه‌ها را بازسازی کنند. مسئله‌ای که در عراق روی داد و تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم هنوز تکلیف نفت عراق را مردم عراق نمیدانند که این نفت چقدر استخراج میشود، به کدامین کشورها سرازیر میشود، پول این نفت به کجا میرود. در افغانستان که فقیر است، در افغانستانی که نفتی ندارد، اما ماهواره ها خبر دادند که افغانستان سرشار از ذخایر گوناگونی مثل الماس و طلاس و خیلی سنگهای قیمتی دیگر که افغانها بیچاره نتوانستند این معادن را کشف کنند و استخراج کنند و مثل نفت ایران برای خودشان بهره برداری کنند. این چنین است که در آغاز عرض کردم حیرت کسی که دنبال می کند این خبرها را میماند. آقای جان کرای میگوید که بهترین فرصت پیش آمده است که حکومت اسلامی بتواند این مصیبت هایی را که خودش به وجود آورده است از میان بردارد، یعنی پرونده اتمی را حل کند. آیا به واقع تصور میکنید که پرونده اتمی حکومت اسلامی یک مشکلی است که جهانیان نتوانند حل کنند؟ از سوی دیگر آمار منتشر می کنند که در یک آمارگیری جهانی، نه مملکتی، نه آمارگیری در فقط آمریکا یا فقط در انگلستان یا در فرانسه، یک آمارگیری جهانی یعنی اکثریت کشورهای جهان را که آمار گرفتند، گفتند 42% از مردم جهان مخالف حکومت اسلامی هستند و حکومت اسلامی را یک خطر بالقوه برای جهانیان می‌شناسند. اینها همه به هم ربط دارد. نمی‌شود فکر کنیم که
در سوریه مسئله میگذرد که مربوط به کشور ما نمیشود. به خود ایران که نگاه میکنید میبینید که با انتخاب آقای روحانی مسائل به شکل گونه ای شده است که بسیاری از کسانی که تاکنون در بیت رهبری دستی در کاسه چپاول و غارت داشتند همه نگران اوضاع و احوال آیندهشون هستند. به گونه ای که گروه مؤتلفه که بزرگترین گروه بازاریان و ثروتمندان نوکیسه هستند رفتند جلو جلو به دیدار آقای روحانی قبل از اینکه او پشت میز ریاست جمهوری بنشیند. حتی سپاه پاسداران که ما میدانیم قدرت آقای خامنه ای متکی به این سپاه پاسداران است، از همکنون نقشه میکشد، از همکنون به طرق مختلف اخطار میکند که به منافع سپاه پاسداران نمیشود نگاه چپ کرد. و میدانید که تمام شاهرک های اقتصادی ایران دست سپاه پاسداران است و علاوه بر آن تمام قاچاقی که وارد ایران می شود از طریق اسکله های قاچاقی است که خود سپاه پاسداران به وجود آوردن و این سران سپاه هستند که می روند و کالاهای مختلفی را در این شرایط کنونی وارد می کنند و می فروشند. 20 میلیارد دلار که در خانه های مردم بوده است با یک بامبولی، با یک کلک ساده که یک کمی دولت قیمت ارز آورد پایین، از خانه های مردم بیرون کشیده شد. مردم به دلیل بی اعتباری پول وطنشان، پول مملکتشان، این دلارها را ذخیره کرده بودند برای روز مبادا، برای اینکه می ترسیدن دلار همینطور قیمتش افزایش پیدا کند. حالا بنا به آمارهایی که خود حکومت اسلامی میدهد 20 میلیارد دلار پولی که مردم در خانه ها پس انداز کرده بودند، ذخیره کرده بودند برای روز مبادا، از ترس اینکه بیشتر از این دلار ارزان شود روانه بازارها کردند. این از شرایط مملکت، این از شرایط جهان. و تردید نکنید که نه جهانیان میتوانند پشت ما را بخارند، درد ما را حل کنند، مشکل ما را بگشایند و نه آمریکا و انگلستان. این فقط خود مردم ایران هستند، خود مردم ایران که اگر دست در دست هم دهند می توانند از این مشکلات رهایی یابند. فراموش نکنید که بزرگترین ارتش های دنیا نیز در برابر قدرت های ملی، قدرت مردم آن کشور به زانو در آمده اند و در خواهند آمد. نگاهی کنید به تاریخ انقلابات، کودتاها، تا دریابید که حرفی بیهوده خدمتتون عرض نکردم. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به عزت مهر می‌سپارم. بدرود.